بینندگان عزیز، اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمون سال 2024 سال معرفت حقوقی شهروندان اعلان نمودند. یکی از تشبث‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در دوران استقلال این توجه به تشکیل و رشد اویله است، زیرا از اویله سالم فرزند سالم نسل خود آگاه و آینده ساز به وجود می رسند. بنابراین بنیاد اویله یکی از مسئله های مهمترین حیات جوانان امروز جامعه به شمار می رود که از حل درست آن طرز حیات و رفت انکشاف انسان نیز وابسته است. جوانان در تشکیل اویله خود مستقلند، اما جامعه هیچ وقت نسبت به این مسئله بی‌طرف نیست، چونکه در اویله شهروندان آینده مملکت تربیه می‌یابند. در ماده 33 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان چنین آورده شده است: دولت اویله را همچون اساسی جمعیت حمایه می‌کند، هر کس حقوق تشکیل اویله را دارد. مردان و زنانی که به سن نکاح رسیدند حقوق دارند آزادانه عقد نکاح زن و شوهر برابر حقوقند. این برنامه در همبستگی با وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و فیلیال اسوسیاسیون خلوت سوئیس انترکارپوریشن در جمهوری تاجیکستان تهریزی شده است، منظوری شما میگردد. با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان از سال 2016 فعالیت مؤسسه دولتی مرکز یوری حقوقی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به راه مانده شده است. مرکز یوری حقوقی سال به سال فعالیت خود را وسع نموده، عین زمان در 44 شهر و ناحیه یوری حقوقی یکمین درجه را به راه مانده است که از جانب حقوقشناسان دولتی یوری حقوقی رایگان به شهروندان رسانیده می شود. در دوره فعالیت زیاده از 114 هزار نفر با یوری حقوقی فرو گرفته شده است. یکی از شریکان رشد در سمت عملی نمودن یوری حقوقی در تاجیکستان در اساس لایحه دسترسی به عدالت، فیلیال اسوسیاسیون خلوت سوئیس انترکارپوریشن در جمهوری تاجیکستان می باشد. منظور به یادآوری است که سراغه حقوق شناسان دولتی را شما می توانید از سامانه cw.salak.tg دسترس نمایید یا اینچونین با رقم های 34 در تماس شده سوال های خود را پیشنهاد کنید. اما با حقوق شناس رفیف زاده سعی مختار در این برنامه مسئله شرط های بستن عقد نکاح، ترتیب بستن عقد نکاح و قطع عقد نکاح را بررسی میکنیم. زیر مفهوم عقد نکاح چی فهمیده می شود؟ زیر مفهوم نکاح این واژه عربی بوده، معنی عهد و پیمان بستن، خب بنیاد نمودن اویله و مسئولیت بلند اویله دوری دارد. مردم و زنانی که به سن نکاح رسیدن حقوق برپا نمودن اویله رو دارند. بستن عقد نکاح یعنی چیست؟ خب قانون‌گذاری جمهوری تاجیکستان در ماده 10 کدکس اویله جمهوری تاجیکستان به طور مشخص درج نموده است که عقد نکاح در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی به جا آورده می شود. در کدکس اویله جمهوری تاجیکستان ماده 10 ترتیب بستن عقد نکاح به طور مشخص نشان داده شده است، یعنی زن و مرد نکاح شونده می توانند که عقد نکاحشون رو در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی به جا آورند. از لحظه به دست آوردن، از لحظه به قید گرفتن در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی، زن و مرد دارای حقوق و عهده‌داری می گردند. اینچنین قسمت 3 همین ماده قطع نظر کنیم، اون عقد نکاحی که سال 1929 به جا آورده میشدن به طریق رسم دینی اوین مسلمانی با اون عقد نکاحی که عین زمان در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی به جا آورده میشدن برابر میباشند. ترتیب بستن عقد نکاح از نگاه قانون چگونه است؟ عقد نکاح این در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی به جا آورده میشد و زن و مرد نکاح شونده می توانند که عقد با طریق شفاهی یا با طریق خطی در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی عقد نکاحشون رسمی گردانند.
عقد نکاح با کدام شرط ها بسته می شوند؟ قانونگذار جمهوری تاجیکستان در کدیس اویلا ماده 12 کدیس اویلا قدر پیش بینی نموده است که دو تا شرط اساسی که برای بستن عقد نکاح ضرور می باشند پیش به طور مشخص آمده است. یعنی این روزگی مرد و زن نکاح شونده و به سن سالی نکاح رسیدن آنها می باشد که قانونگذار این دو مفهوم را مشخص نشان داده است. حالت هایی که مانع بستن عقد نکاح می گردند کدام هایند؟ تشکر. حالت هایی که مانع بستن عقد نکاح می شوند می گردند این یک چند حالت را قانونگذار پیش بینی نموده است که در مقامات صفحه اسناد حالت شرعی هنگام مراجعت مانع می شوند. این یکم کدام حالت است؟ یکم عقد نکاحی که پیشتر یکی از طرف ها عقد نکاح داده بود ولی با عقد نکاح بیکار کرده نشده است، در این حالت یکی از اساس مانع شدن یعنی عقد نکاح می گردد. دویم بعد بین خویشاوندان نزدیک، یعنی در نظر دارد اونجا پدر و مادر با فرزند و با بیوی و بابی با نابره خود، این چونین جیان گفته بین جیان، بین خوله، بین شخصانی که از یک زن شیر خوردن یا که با قول دیگر گیریم شیر خوره ها، این چونین به طور حتمی گذاشتن که طلبات ماده 15 کدیس اولا پیش میانده به طریق حتمی گذاشتن از معاینه طبی است که این هم مانع برای بستن عقد نکاح میشود. این چونین نسبت فرزند خون کنندگان و فرزند خون شوندگان مانع پیش بینی شده است در کدیس اولا. آیا از قید معاینه طبی کدیس اولا جمهوری تاجیکستان پیش بینی نموده است که شهروندان، شهروندان تاجیکستان، شهروندان خارجه و شهروندان حدمی از معاینه طبی گذرند و گذشتن از معاینه طبی قانونگذار پیش بینی نموده است که به طریق رایگان می باشد و خود همو شخصان نکاح‌شونده که از دکتر گرفتگی هستند شناس شوند. این ترتیب مراجعتش همین با همون محل زیست دائمیه که مؤسسه های طبی فعالیت میکنند میتوان با همونجا مراجعت کنند اوید گذشتن از معاینه طبی حدمی بلی خانگدار حدمی پیش میکرده است. اساس های عقد نکاح رو با بینندگان نمبر میکردید؟ اساس های قد گشتن عقد نکاح از خانگدار پیش مینامونده است. حالتی مسلم است که در حالتی وفات یافتن یکی از همون شهروندانی که عقد نکاح دارند، یکی از در حالتی وفات یکی از شهروندان و دوم این که در نتیجه که یکی از همسران برای فوتیده اعلان نمودن همین شهروند مراجعت کرده باشد در این حالت عقد نکاح قطع میشود. لیکن قانونگذار با پیش بینی نموده است قسمت دوم همین مدقتی نظر کنیم، اگر با روح طلاق باشد در این حالت هم عقد نکاح قطع می‌گردد. چی اساس صورت می‌گیرد؟ ترتیب بستن عقد نکاح این بالاتر مقید کرده بودیم چی طوری که طلبات ماده 10 و 11 کدیس اویلا پیش بینی نموده بودند، این ترتیبش در مقامات همون ثبت اسناد حالت شهروندی بجا آورده می‌شود و از لحظه بجا آوردن دارو حقوق و عهده دارو میگردن زن و شوهر. کدام بحث ها در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی اوید بیکار کردن عقد نکاح به میان میآیند؟ قانونگذار یک چند حالت هایی که هنگامی بحث هایی که در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی به میان میآیند پیش بینی نموده است. این بحث ها هنگامی در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی بجا آوردن میشن. یکم این بحث معلومه که بین شخصان نکاح شونده یعنی زن و مرد رو در نظر دارند. باز هست اونجا یک چند حالت های هست که اگر بین بحث ها پیدا می شود و هنگامی که همین بحث ها در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی با وجود اومدن مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی این بحث ها رو می توانند.
تشکر. طبق طلبات ماده 21 و 23 کدیس اولای جمهوری تاجیکستان، بیکار کردن عقد نکاح در صورتی که اگر فرزندان نابالغ داشته باشند. سود چاره ها می اندشد و حقوق دارد که بررسی پرونده را موقوف گذارد. یعنی بررسی موقوف گذاشتن بررسی پرونده به خاطر یعنی حقوق دارد که به مهلت تا 6 ماه یا که در بعضی حالات هایی که اگر زن و شوهر سود که در عریضه یک جایگی اونها عقد نکاح را بیکار کنند. عریضه دعوایی شکل و نمودهای آن پیش بینی کرده شده است که باید کدام اساس ها باشند در عریضه که زیر برگردانیدن عریضه دعوایی نگردند. یعنی اصلا باید که باج دولتی عریضه در شکل دعوایی نوشته شود و تعداد جوابگوی نسخه برابر داده شود و باج دولتی سپرده شود، خب نسخه خط عقد نکاح آنها گرفته شود، بعد معلومات نما از همون جای استقامت همون شهران و اوید وضعی اویلوی اونها گرفته می شود. اینچنین نسخه شناسنامه های شهروندان چی نیکا دعواگر چی جوابگر همین حجت ها اگر فرزندان نابالغ داشته باشند اونها می توانند که شهادت نامه های تولد فرزندان رو پوره کرده پیشنهاد کنند. در صورت پیشنهاد کردن این عریضه ها سود می تواند که عریضه رو به حرکت مونده با طرف ها برای اصلاح نمودن کمبودی ها 10 روز مهلت میدهد. با طریق سودی بیکار کردن عقد نکاح در صورت روزی نبودن زن یا شوهر برای بیکار کردن نکاح چگونه انجام می‌یابد؟ طلبات قانون‌گذاری کدیس اولای جمهوری تاجیکستان پیش بینی نموده است که در صورت روزی نبودن زن و یا شوهر برای بیکار کردن عقد نکاح با طریق سودی، سود حقوق دارد ضمن بررسی و محاکمه نمودن چنین پرونده ها به طرف ها امکانیت دهد برای آشتی شوی. ضمن بررسی نمودن چنین مهلت برای آشتی شوی اگر طرف ها یکون نتیجه دلخواه ندهد، یعنی به خلاصه در آینده زندگی کردنش دوام بودن ادامه دادن نخواهند، سود می تواند عقد نکاح آنها را بیکار کند و این حقوق رو دارد که باز مهلت آشتی نیست جدا کنند. اگر سود بیکار کردن عقد نکاح رو رد نماید چی باید کرد؟ تشکر. در صورت رد نمودن از بیکار کردن عقد نکاح خود همون نکاح شونده ها چی دعواگر با قول دیگر گویم طرف ها در مرافع سودی حساب میشن، دعواگر یا جوابگر می توانند که در مهلت 3 ماهی که پس از سند سودی برآورده شده است می توانند که با طریق عریضه دعواگر از سر نام برای بیکار کردن عقد نکاحشون مراجعه نمایند. ماده 23 با ترتیب سودی بیکار کردن عقد نکاح هنگام روزگی زن و شوهر چی مرحله رو در بر می گیرد؟ بله، امروز ها به چشم رسیدن می شود که اکثریت هستند نفرانی که زن و یا مردهایی که برای بیکار کردن عقد نکاحشون راضی هستند. در صورت راضی بودن زن و شوهر برای بیکار کردن عقد نکاح، سود حقوق دارد که عقد نکاح رو بیکار کند و عریضه از تا از روزی که همون یک ماهی که با قید گرفته شده است از همون روز علاقه آغاز می یابد. در مهلت یک ماهی که عریضه به سود پیشنهاد کرده می شود از همون روز باز کند. لیکن اگر فرزندان اینو بالغ داشته باشند، با می نگریم به همون چطوری که بالاتا قید کرده بودیم، اگر فرزندان اینو بالغ داشته باشند سود به اینها مهلت آشتیشایی می دهد. مسئله هایی که سود هنگام قبول حل نامه در برای بیکار کردن عقد نکاح حل می نموید کدام هایند؟ یکچند مسئله ها را سود هنگام بیکار کردن عقد نکاح معین نموده است که پیش از اونه که آن خانه الوهیده یا اینکه سود و خانه الوهیده می رود یا اینکه دوره مرافعه سودی بررسی کرده می شود، یکچند مسئله های همین بیکار کردن عقد نکاح را بین و بعد می گیرد. یکم مسئله این مسئله بینوبت گرفتن همون اموال مشترک زن و شوهر می باشد.
و با کی موندن شو تقسیم بین اونها، بعد فرزندانی نابالغ داشتن اونها، بعد تامینات فرزندانی نابالغ گرفتن الیمین که قانون گذاری ماده 83 پیش می نامده است و تاریخ خدمی عهدهداری می گیرند، این حالت ها را سود در وی پیش می نکند. تشکر. لحظه قد گردیدن عقد نکاح هنگام طلاق دادن چگونه شهر داده می شود؟ خب لحظه های قد گشتن عقد نکاح را قانون گذار دو حالت را پیش بینی نموده است. این لحظه ها از لحظه ای که عقد نکاح در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی در همون کتاب رجیستراسیونش و با قیدگیریشون قید میگیرند، این علاکل عقد نکاح قد میگیرد، لحظه های قد گشتنش. یا که با تاریخ سودی گیریم، اگر از لحظه که سند سودی حالنامه برآورده می شود و حالنامه سود اعتبار قوه اولی می گیرد، علاکه از اون لحظه عقد نکاح قد می گردد. برقرار نمودن عقد نکاح در صورت حضور شوی زن یا شوهری که فوتیده اعلان شده یا بدرک غایب شده دانسته شده است چگونه صورت می گیرد؟ البته فوتیده اعلان نمودن شهروند در کدیسی مدنی جمهوری تاجیکستان آورده شده است. خب از هنگامی که سود فوتیده اعلان میکنه شهروند، با اساس هایی که پیش بینی میکنه، خود یکی از طرف ها هنگام فوتیده اعلان میکنه، مراجعه میکنه به سود، هنگام مراجعه اونها اگر اساس ها پیش بینی نماید که در مدت همین یک سال همین شهروند یکان معلومات درباره اون است، سود میتواند که اون رو فوتیده اعلان نماید. این چنین قانونگذار با پیشبینی نموده گه که در محلت شش ماه اگر اساس ها پیشبینی باشد که حالت جنگ حالت های مسلحانه ده بود، همین حالت ها ده میتنه که در محلت شش ماه فوتیده اعلان نماید. اگر سوال چنین بود که شهروند وقت فوتیده اعلان میکنند آیا از سر نو عقد نکاح کردن میتوانند؟ البته قانونگذار این حالت رو به طور مشخص پیش بینی نموده است. در حالتی که اگر شخصی فوتیده اعلان کرده شده باز پس گردد به جمهوری آمده، می تواند که در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی در عریضه یک جایگی هر دو طرف ها از سر نو عقد نکاحشون رو رسمی گردند. لیکن اگر در صورتی که با دیگر مرد یا که با دیگر شهر عقد نکاح کرده باشند، در این حالت دیگر برقرار کردن نمیشود عقد نکاح. کدام مالکیت مالکیتی مشترک زن و شوهر به حساب می روند؟ می نگریم به طلبات ماده 34 کدیس اولیه جمهوری تاجیکستان، مالکیت مشترک زن و شوهر آن مال ملک دانسته می شوند که زن و شوهر در دوره یک جای زندگی کردنشون به دست آوردند. یعنی این چی در نظر دارد؟ مالکیت چی در دوره فعالیت مهنتی باشد، چی دوره فعالیت صاحب کاری زن و مرد باشد، چی درآمد های مستقلی دیگری که باشند در دوره یک جایشون به دست آورند، اشیا باشد، مال ملکی منقول و غیر منقولی که در دوره زن و شوهری به دست آوردن، نوبسته صرف نظر از اون که به نام کدام از اونها خریداری کرده شده، این مالکیت مشترک خود زن و شوهر حساب می شود. مالکیت هر کدام از زن و شوهر کدام هایند؟ البته قانونگذار بود به طریق حسگی جدا نمودن مالکیت هر کدام از زن و شوهر رو مشخص نشون داده شده است. یعنی مالکیت زن و شوهری که چه زن و یا که چه مرد دوره پیش از عقد نکاحشون اون مال و ملک رو به دست آوردن، اگر هدیه کرده باشند یا که میراث کرده باشند، این طلبات به جا آورده نمیشود و اون مال و ملکی که تا دوره عقد نکاح به دست آوردن زن و مرد، این مالکیتی هر کدومی از اونها حساب می شود. تشکر به شما. هم صحبت ما بودند سید مختار رفیع‌زاده، حقوق شناس. یکی از شریکان رشد در سمت عملی نمودن یاری حقوقی در تاجیکستان در اساس لایحه دسترسی به عدالت، فیلیال اسوسیاسیای خلوت سوئیس انترکارپوریشن در جمهوری تاجیکستان میباشد. منظور با یادآوری است که سراغه حقوقشناسانی دولتی را شما میتوانید از سامانه www.salag.tg دسترس نموید یا اینچنین با رقم های 3040 در تماس شده سوال های خود را پیشنهاد کنید.
نفرانی که در دایره موضوع دیگر مشکلی و سوال دارند با سامانه www.huquqiman.tg و رقم های کوتاهی 3040 مراجعه کرده از یاری حقوقی رایگان بهره ور شوند.